있습니다. 심사위원회는 이슬람 율법에 대한 보수적인 해석으로 국민의 생활 전반을 통제하며 국민의 기본적 인권을 무시하고 억압하는 이란 정부를 상대로 반인권적 교육정책의 강화, 열악한 교육환경 개선을 요구해온 이란 교사 노동조합 위원회를 지지한다며 특별 상시상자 선정 취지를 밝혔습니다. 그럼 제가 상장을 대독하도록 하겠습니다. 5.18 기념재단은 열악한 환경 속에서도 교육을 통해 이란의 민주주의와 인권신장을 위해 헌신해온 이란 교사 노동조합위원회에 2023 광주인권상 특별상을 드립니다. 이란 교사 노동조합위원회는 이슬람 율법에 대한 보수적인 해석으로 국민의 생활 전반을 통제하며 국민의 기본적 인권을 무시하고 억압하는 이란 정부를 상대로 반인권적 교육정책의 평화, 열악한 교육환경 개선을 요구해오며 이란의 인권 증진에 기여하고 있습니다. 이에 5.18 기념재단은 이란 교사 노동조합위원회 시상금과 함께 이 상장을 드립니다. 네, 전달 부탁드립니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 특별상 시상자에게는 미화 만보레 상금과 메달, 꽃다발이 주어집니다. 네, 계속해서 뜨거운 박수 부탁드립니다. 전달해 계시고요. 꽃다발까지 주셨습니다. 네, 바로 기념 촬영하겠습니다. 네, 기념 촬영하겠습니다. 네. 우리 기념 촬영하시는 카메라, 네, 앞을 보시고, 여러분 계속해서 박수 부탁드립니다. 네. 끝났고요. 이제 우리 의사분들 들어오셔서, 네, 상장이나 꽃다발 내다 받아주시고, 이사장님께서는 퇴장하시겠습니다. 네, 대회에서 시상을 함께 해주신 이사장님께 다시 한번 박수 부탁드립니다. 네, 이제 수상 소감을 듣도록 하겠는데요. 이란 교사 노동조합위원회를 대표해서 참석하신 시바 아멜리 라드님께서 해주시도록 하겠습니다. همراهان گرامی بنیاد 18 می و متحدان مدافع حقوق بشر بسیار خرسندم که به نمایندگی از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران جایزه ویژه صلح حقوق بشر سال 2023 بنیاد مترقی 18 می کوانگجو را دریافت می‌کنم. اینجانب به عنوان نماینده این شورا این انتخاب را نشان دهنده تعهد و تلاش بیدریغ ما برای ایجاد و پیشبرد حقوق همه افراد در ایران می‌دانم. من و همکارانم در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صمیمانه از بنیاد 18 می برای تقدیر و تکریم تلاش‌های ما در این زمینه سپاسگزاریم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تمامی دیگر کاندیداهای این جایزه که بدون شک گام‌های مهم و ارزشمندی در پیشبرد اهداف حقوق بشر در کشورهای خود برداشته‌اند را تقدیر می‌نماید. برنده شدن این جایزه در کنار تمامی این بزرگواران افتخار بزرگی است. تلاش‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از حقوق افراد در ایران با چالش‌های زیادی مواجه بوده است، اما این چالش‌ها نه تنها عزم ما را برای ادامه مبارزه برای احقاق حقوق دانش آموزان و معلمان تقویت کرده است، بلکه ما را متعهدتر و پایبندتر به وظیفه حرفه‌ای معلمی برای دستیابی به اهدافمان نموده است. همچنین ما از تجربیات همکاران، متحدان و مدافعان حقوق انسان‌ها الهام و انگیزه می‌گیریم. جایزه حقوق بشر کوانگجو توجهی خاص را بر روی فعالیت‌های این شورا در ترویج حقوق انسانی برای دانش آموزان، معلمان و تمامی افراد جامعه ایجاد خواهد کرد. همچنین بستری برای ایجاد انگیزه بیشتر در ادامه فعالیت‌های این شورا در راستای ارتقاء حقوق شایسته انسان‌ها در ایران خواهد بود. در ایران وضعیت فعلی حقوق افراد بسیار وخیم است. آمارهایی که توسط فعالین حقوق بشر جمع آوری شدند تأییدی بر وضعیت وخیم فعالان این کشور است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از متحدین پیشرو بین‌المللی خود که نقش بسیار مهمی در ایجاد یک شبکه همبستگی بین‌المللی داشتند عمیقاً قدردانی می‌کند.
ما همچنین از بنیاد 18 می و کمیته جایزه صلح ویژه حقوق بشر گوانگجو برای اعطای این جایزه معتبر به شورای هماهنگی تشکر می‌کنیم. این جایزه گواهی است بر تلاش‌های بی‌وقفه و تعهد تک تک اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و نیز افتخاری است که همواره در خاطر خواهد ماند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بسیار خرسند است که به چنین فرصتی برای تعمیق بیشتر درباره اهمیت مبارزات جنبش‌های طبقات کارگری و دانشجویی 18 می در تاریخ معاصر کره جنوبی که نه فقط برای کسب حقوق دموکراتیک بلکه مبارزه‌ای در مقابل تمامی اشکال ستم و استثمار بوده است دست یافت. ما عمیقا معتقدیم که بین مبارزات مردم به ویژه در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و قیام 18 می شباهت‌های بسیاری وجود دارد. افق تلاش‌های ما برای احقاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و دستیابی به آزادی ما را به یکدیگر متصل کرده. ما به همبستگی برای عدالت برای امروز در کره جنوبی و اتحاد برای جنبش ژنژیان آزادی در ایران نیازمندیم. جایزه صلح ویژه حقوق بشر گوانگجو بستری مهم برای فعالینی است که در شرایط دشوار برای دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می‌کنند. امیدواریم که این برنده شدن آگاهی از تلاش ما برای ایجاد دموکراسی در ایران را افزایش و به آن کمک کند. با همبستگی مقاومت زندگی است.